سلام و وقتتان بخیر. بیننده های خوب تلویزیون آریانا، شما بیننده اولین گزارش ما هستید. ما به شفاخانه امرجنسی کابل آمدیم و آمدیم تا از وضعیت کسانی که دیروز زخم برداشتند در حادثه المناک دیگر روز گذشته، آمدیم تا از اینا بازجویی بکنیم و امرای کسانی که پایوازایش هستن، دوستانشان آمدن بیرون شفاخانه منتظر هستن، امرای زنا صحبت بکنیم و حداقل اگر کسی را پیدا بکنیم که شاهد عینی بوده باشه همین جریان. اگر چه شما از طریق آریانا نیوز همکاران ما خبر آماده کرده بودن در خبرهای ساعت 6 و 10 شب گذشته دنبال کردین، دیدین که وضعیت چگونه بود و این وضعیت چگونه پیش آمد. اما ما خواستیم که در چارچوب یک گزارش اجتماعی بیایم اینجا، حداقل تصاویر از پیش شفاخانه امرجنسی داشته باشیم و همچنان کسانی که اینجا حضور به هم رساندن و به خاطر دوستانشان که داخل تا هنوز مورد مدعا قرار گرفتن و داخل شفاخانه در بستر هستن، حداقل از اینا صحبت بکنیم. یک بار دیگه یادآور شوم که شما بیننده گزارش صبح و زندگی به گونه کاملا زنده از تلویزیون آریانا هستید. حالا هم میریم اینجا کسی که سلام تواب جان، خوب هستین؟ من تواب جان نمیشناسم، اگر شما باید داشته باشین ما در داخل پانتون کابل هم چندین دفعه روی بعض موضوعات اجتماعی که برگرفته شده است اما بخش روانشناسی میشه امرای تواب جان صحبت داشتیم، با نامشان حتما آشنایی داریم. اما امروز صبح که آمدیم، روز گذشته ما هم یکم به تشویش شده بودیم که خدای ناخواسته به تواب جان کدام آسیب نرسیده باشه، اما امروز که آمدیم پرسیدیم، گفتن که دیروز انگامی که چون این حادثه المناک رخ میته اینا حضور نداشتن در دفتر روند سبز افغانستان و حالا ازشان میپرسیم که وضعیت چگونه بود، چگونه قصه کردن برشان. تواب جان اول خوب است که یک دفعه دیگه خودم معرفی بکنی بر دوستا. سلام، من عبدالتواب عزیز هستم، از سازمان روند سبز افغانستان رسا. دیروز خودت نبودی؟ بله آنه، من در حادثه نبودم، بخاطر از اینکه امتحان دانشگاه ما بود، من در حادثه نبودم، در داخل دفتر. دفتر درس میخواندی؟ بله بله، در دفتر. وضعیت را دوستا چگونه قصه کردن؟ وضعیت بسیار زیاد وحشتناک دیگه، حمله انتحاری بود دیگه، تعداد زیادی از دوستای ما زخمی شدن، تعداد دوستای ما شهید شدن. وضعیت دوستایی که بین ما نیستن حالا کیا بودن؟ تعداد دوستای ما بودن که در دفتر مرکزی کار میکردن همراه ما. اسمایشان باید هست؟ یکی دوتایش که مجیب فقیری نام داشت، خالد مرزایی. چیکاره بودن؟ فارغ التحصیل بودن و یا معسل بودن هنوز؟ فارغ التحصیل بودن. به سن سال ما شما می آمدن؟ بله 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 بله، جوان بودن، دوستای جوان ما بودن. بدون شک حادثه دیروز تراژدی خیلی وخیمه بود و قلب یک تعداد از شهروندان ما را باز شکستان و در یک تعداد خانواده ها باز هم امو گلیم غم هم باشد. اما چیزی که بر خودت خیلی تراژدی بوده تا هنوز آزارت میده چی است؟ همی که دوستای ما را از دست دادیم، ولی این مبارزه است و مبارزه ما ادامه داره دیگه. ما به خاطر افغانستان آباد و آزاد کار میکنیم، به خاطر افغانستان مترقی کار میکنیم و دشمنان مردم افغانستان همیشه مانع جوانان میشن، مانع از این میشه که ما بتونیم یک افغانستان شکوفا داشته باشیم و یقینا قبل از این ما قربانی دادیم و بعد از این هم قربانی میتیم و حاضر هستیم که دیر ما برا قربانی بدیم. تواب جان، تو هنوز که ما ارقام براتون رسیده، چه تعداد زخمی است و چه تعداد که مربوط به روند سبز افغانستان شهید شدن؟ یک ارقام مشخص ما نداریم فعلا، ولی یک تعدادی از دوستای ما زخمی هستند، در شفاخانه امرجنسی است و شفاخانه امنیت است و دیگه یک چند دوست ما که ما خبر داریم شهید شدن. امور دقیق هنوز معلوم نیست بر شما؟ برای ما معلوم نیست. بسیار تشکر، سلامت زنده باشید. بیننده صبح زندگی تلویزیون آریانا به گونه کاملا زنده از پیش شفاخانه امرجنسی کابل هستیم. خب یک تعداد کسان دیگه هم اون طرف آمدن، اما اونا اجازه ندارن تا ما تصویرشان داشته باشیم، بخاطر اونا در دفاتر مختلف کار میکنن، اما دفترشان بر از اینا اجازه نداده تا مقابل تلویزیون بیاین و صحبت بکنن. تا هنوز هیچ لیست
بند نشده از طرف شفاخانه که نشان دهنده ای باشه که چه تعداد از کسا دیروز کشته شدن و چه تعداد از وطنداران ما و شما مجروح هستند. دکترای شفاخانه ایمرجنسی هم وقتشان پوره شد آمدن و ما باور به این داریم که و خداوند مهربان است که کسانی که حالتشان وخیم است یعنی زیاد زخم برداشتن اونا دوباره صحتیاب شوند و برن به خانه و کاشانه خود. و تلاش به این خود کردیم که در گزارش دوم و سوم بریم به محل رویداد ببینیم اونجا شاهدای عینی را اگر پیدا بکنیم اینا بر ما صحبت بکنن قصه بکنن که واقعیت چگونه بود. اما یک بار دیگر اظهار تسلیت داریم بر تمام خانواده‌هایی که عزیزان خود را در حادثات روز گذشته از دست دادن. در غمشان ما هم شریک هستیم. حالا میریم به طرف استودیو صبح و زندگی تلویزیون آریانا. فراموش نکنین که در 2 ساعت برنامه 2 گزارش دیگه همچنان ما داریم. شما و استودیو صبح و زندگی تلویزیون آریانا. اما خوب است که این برنامه کوتاه فعلا داشته باشیم. تشکر از اینکه تا لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.